سلام عرض کنم خدمت همه شما عزیزان، آرمان قاصدیان هستم. با یک ویدیوی آموزشی که در زمینه پیانو در خدمت شما عزیزان هستم. در ویدیوی آموزشی قبلی راجع به ترفندها و دکمه‌های مخفی یاماها وای دی پی با هم صحبت کردیم. امروز قرار راجع به یاماها سی ال پی با هم صحبت کنیم و دکمه و ترفندهای اون رو با هم یاد بگیریم. البته مثل یاماها وای دی پی نیستش که عملکردهای مخفی و ترفندهای مخفی داشته باشه. یه سری دکمه ها و قابلیت ها داره که امروز میخوام به شما نشون بدم. با من حتما همراه باشید. پیانوهای وای دی پی که جلسه پیش راجع بهشون صحبت کردیم بهشون کلا آریوس گفته میشه، ولی پیانوهای سی ال پی بهشون کلاوینووا گفته میشه. این اسم گذاری است که یاماها برای کیفیت بندی پیانوهای دیجیتالش گذاشته. پیانوهای کلاوینووا کیفیت بسیار به مراتب بالاتری نسبت به آریوس دارن و بسیار به پیانوهای آکوستیک نزدیکن، از لحاظ صدای دهی، از لحاظ کیفیت، از هر لحاظی که بخواید شما بررسی کنید و جز بهترین های دنیا هستن. پس سی ال پی که امروز قرار راجع بهشون صحبت کنیم جز بهترین برندهای دنیا هستن و خودم در واقع خیلی قبولش دارم و از هر کی که نوازنده یا مدرس باشه بخواید سوال کنید و کسی بخواد منصفانه جواب بده، کلاوینووها رو که همون مثل سی ال پی هستن و حالا برندهای دیگه که در آینده صحبت می‌کنیم قبول دارن که جز بهترین های دنیا هستن و کیفیت بالاتری نسبت به آریوس دارن. حالا بریم به صورت عملی با دکمه های مدل سی ال پی آشنا بشیم. با من همراه باشید. خب ما اینجا یه مدل سی ال پی 645 داریم که در واقع یه صفحه نمایشگر داره. حالا مدل های جدیدتر مثلا 725 735 الان 725 البته نمایشگر نداره، از 735 به بعد نمایشگر رو شروع میشه. خب ببینیم چه کاربردهایی داره، چه کارهایی میشه کردش. اولا که صدای مختلف داره که میتونیم با این سمت راست بزنیم صداشو عوض کنیم، انواع پیانوهای مختلف رو بیاره و حتی اینجا مدل سی اف ایکس و مدل بوزندوفر که دو تا از بهترین پیانوهای دنیا هست رو کامل آورده که یه ضرب بزنیم دسترسی داشته باشیم. صداشون شبیه، ولی خب بوزندوفر و گرند یه خود علاوه گرم‌تر بودن صدا با هم دیگه متفاوت هستن. اگر دکمه بالا رو بزنیم باز کامل پیانوها رو و انواع صداهاتون رو واسهتون میاره که تو هر کدوم برید سمت راستش باز مدل‌های مختلف داره. خب میریم سراغ مطلع بعدی. فانکشن اگر بزنیم میبینی که توش ترانسپوز داره. اگر سمت راست رو بزنیم میتونی مثبت 1 منفی 1 صفرش بکنی و ترانسپوزه مختلف داره. پیانو ستینگ داره، لید پوزیشن داره، یعنی مثلا میتونی بگی که گرند شما درش کامل باز باشه، نصفه باز باشه یا چقدر باشه. تمامش رو میتونین انجام بدین، یعنی خیلی تنظیمات دقیق و ریز روش آورده. حتی میتونی وی آر امش رو درست کنی، آن باشه یا آف باشه، چجوری باشه، دمپرش چجوری عمل بکنه، استری، همه مدلاشو میتونی شما قشنگ تو ستینگش ببینی. خیلی امکانات جالبی داره. حتی ریوربش رو شما میتونی بگی که چه مقدار ریورب داشته باشه صدا تو. حتی مدل کراس داره که میتونی توش برید بگی که آقا آف باشه، کراس باشه، به چه صورتی باشه. وایس ادیت داره، میتونی بگی که اوکتاواتون رو جابجا کنین، ولومتون رو یا ریوربشون عمقش چقدر باشه. خیلی امکان داره. راجع پدال داره که پدال راست و وسط و چپ چه امکانی داشته باشه. حالت عادیش که همون ساستین و سوستن و تو سافته، ولی میتونی حتی عملکرداش هم تفاوت کنه، با هم ایجاد کنه، با هم دیگه فرق کنه. ال او آر برای در واقع ضبط صدا هستش که در واقع سمت چپ و سمت راستتون با هم متفاوت باشه و این هم که ریپیت و ولومشه. امکانات خیلی جالب دیگه که این مدل داره این است که اولی که وایس خوب داره صدا رو عوض میکنه. هیچی، دوال اسپید داره، یعنی میتونیم بگی که دو تا صدا رو با هم دیگه ادغام کنیم. مثلا یه صداتون پیانو باشه که استرینگ باشه، با هم دیگه مچش کنید. الان ببینی صدای ارکستر توش داره، میتونید دوباره بزنید که بره. پیانو روم حتی میتونید انتخاب بکنی که به چه صورتی باشه که راجبش صحبت کردیم. اینجا فوله، یعنی لید پوزیشنی که راجبش صحبت کردیم چقدر باز باشه، به چه صورتی باشه. خب کار بعدی که سانگ دموی، خب آهنگایی که تو خودش داره رو میاره و یه چیز جالب اینه که کارهای دمو توش داره که میتونی بیارید، اون کاری باش حالا نداری. یه چیز جالب دیگه که وجود داره اینه که 50 تا از کارهای کلاسیک توش داره و همچنین لسنش خیلی جالبه. توش برین کتاب بیر رو، برگمولر رو، چرنی رو و هانون رو توش اومده گذاشته و تمام اتوداش رو میتونی جو ببینی و ببینی با چه سرعتی با چه ملودی داره زده میشه. خیلی امکانات جالبیه. مترونوم داره که خب طبیعیه، میتونیم استفاده کنیم مترونومو. تمپوش هم میتونیم تغییر بدیم، ولی چیزی که خیلی جالبه ریتمه که این مدل ریتم داره. شما میتونید ریتمو نگاه کنید، حتی ریتمش 8 بذاری، 16 بذاری، شافل بذاری، هر مدل بخوای 6 8 بذاری میتونی همراه رید بگیری. کورد باهاش نمیتونید بگیرید، آکورد باهاش نمیتونید بگیری، ولی یه ریتمی هست که داره میزنه و شما میتونید باهاش هم نوازی کنید که حالا ریتمای متعددی داره که میتونید استفاده بکنید. این بود مجموعاً در واقع
کارایی در CLP هایی که شما ممکنه مشاهده بکنه و ببینید که چه عملکردهایی تو خودش داره و استفاده میکنه. خیلی خیلی پیانوی عالی و درجه یکی که مدل CLP. CLP ها جز بهترین مدل هایی در واقع یامها هستن. امیدوارم از دیدن این ویدیو آموزشی لذت برده باشید. همیشه سلامت، شاد و پیروز باشید.